یکی دو ساعت گذشته گزارش بارندگی رو از بخش‌هایی از استان‌های همچون اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی، زنجان، همینطور در فیروزکوه استان تهران و گیلان و مازندران و خراسان کنه بزرگ راه یادگار امام توپل ستارخان ترافیک سنگین داریم. جلال آل احمد غرب به شرق محدوده پل نصر، شهید همت غرب به شرق از ورودی نوری تا اسفندیار به دست رستم، در حقیقت دودمان خانواده رستم برباد می شود. این یک نظم و قانون طبیعیه، هر چیزی در کنار همانند و هم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در راه مبارزه با پدیده زشت و ناپسند تخریب روزتون بخیر شنوندگان عزیز. از مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور این سیاستمدار و سرمایه‌دار آمریکایی مدعی است بنیاد جامعه باز صرفاً برای ایجاد ساختارها و نهادهای جامعه باز است و فعالیت‌های آنها تنها به کمک‌های انسان دوستانه و رعایت حقوق بشر محدود می‌شود. این سازمان در بیش از 30 کشور جهان دارای نمایندگی‌های فعال است. نمایندگی. سلام، بگو. دارم میام تو راهم. ببینم مگه فروغ نیومده؟ بگو باید وایسم خودم بیام. اگه تو اتاقا جا هست بذارن تو اتاقا. چه میدونم راه پله راه رو جایی بذارن تا من بیام دیگه. تو راه هم تو راه هم. خداحافظ. الو، سلام آقای اقبال. خوبین؟ دیشب میسکالتون دیدم، میخواستم تماس بگیرم، دیگه دیر وقت بود، روم نشد. گفتم الان برسم دفترتون زنگ بزنم. میدونم شرمندم به خدا. ما این مجله ها برگشت خورده، بعد رو فروش ویژه و گرفتن اگه امکان ده تا پایان ماه اگر بابا بیاری ببینیم بچینیم تو اون اتاق. بذارین اونجا. تو این اتاق اصلا جای سوزن انداختن نیست. سلام. بذارینش دم در، یعنی که ببرین بالا. خیلی خوب. بیا. برگرد. کسرا همین الان اومد. بذار تو راه. من باش صحبت میکنم بعد بذارم. اگه جان هست بذارین خبر. دستتون درد نکنه. خدا. بابا بود. ازش خواهش کردم برای پاس کردن یک دو تا از چکا کمکمون کنه. رستمی هم گفت اگه تصفیه نکنیم شماره بعدو چاپ نمیکنن. منم که تو راه بودم اقبال زنگ زد. خب چه خوب. چک برگشت خورد. به هر حال بابا گفت بهت بگم هنوز سر حرفش هست. اون ملک خالی افتاده. دستش درد نکنه. آقا این دارو کجا بذارم؟ من که جاشو بهتون گفتم، چرا یکی یکی میای میپرسین؟ بیاین من بهتون میگم. اون بالا تو اون پا گرده بذاری. اینطوری نمیشه. یه تیراژ رو بعد بدیم صحافی کنن، بقیه هم ناچاریم کیلویی بفروشیم. چی رو کیلویی بفروشیم؟ این همه جون کندیم تا خرخره رفتیم تو قصد که آخرش خمیر شه. کسرو جان، جان نداریم، داریم. تازه هنوز تکلیف شماره آخرمون هم معلوم نیست. دفتر شده این انباری دیگه. بله. آقای شایگان، بفرمایید. آقا شما یه نقدی تو ویژه‌نامه‌تون برای این فیلم اخیر استاد چاپ کردین. خب جمالت مرد حسابی. اصلا تو این فیلمو دیدی؟ مردم این فیلمو حلوا حلوا کردن. این همه فروش کرده. جایزه نگرفته که نگرفته، به جهنم. این که دلیل نمیشه. آخه پرت و پلا نمیشه که بهش نمیگن نه. مگه ما چی نوشتیم؟ چی ننوشتی؟ ببین میشه بی خیال گند زدن به سینما بشی و بری پیکاره؟
جک جونورایی مثل تو مزدور اجنبی هم. الو، گفته بودی قرار ساعت 11 رو یادتون بندازم. مطالب شماره بر... آقا این چه وضعیه برای ساختمون را انداختی؟ شطور رو بارش گم میشه. آخه روز اول ما صحبت اونیم بود. چه سلامی شهلی که قربونت برم اینجوری کردی انبار کاغذ باطله. چش قربونت انبار پارکینگ و همه جا را برگشت خورده. من دارم یه فکری به حالش میکنم. آخه چه فکری میکنی؟ کار فرهنگی میکنی شما؟ حریم بقیه آدما و چی میشه؟ حق با شماست. من که دارم میگم حق با شماست. فرهنگت همینه دیگه. فقط همینه مونده بود که ایشون نظر فرهنگی بده. خب حق داره، بیرا که نمیگه. بفرمایید بالا. کی بود؟ میگه حکم احضاری است از دادگاه. بیا. امروز اون تحکیم شد. کجا دستی بول باب دادیم خودم میدونم. سلام. 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 احضاری چیه؟ نمیدونم. خدا. خدا. قضیه شکایت همون دختره بازیگر است با دوست پسرش. هیچ. بعد دارم دادگاه. اگه رأی به نفع اونا صادر بشه، حالا تو این هیرویر باید یه پولی هم بدیم به اونا. پول برای چی؟ برای جریمه، برای چی؟ چیکار داری میکنی؟ یه زنگ بزنم کامران ببینم میتونیم امروز ببینیمش. رابطهش با این بازیگرها خوبه. شاید بتونه راضیش کنه شرکتشو پس بگیره. یه لشگر بازیگر برداشتم بردم سر کار یارو، میگه اینا همشون هنرورن. خب تعریف کنیم ببینم، شما دو تا مفتی مفتی کسی رو دعوت نمی‌کنین؟ جای خبریه؟ خبر ازدواج اون دختر بازیگرا و دوست پسرش یادته؟ شارونستون و اون پسره دیگه. شارونستون میدونن. آزیتا رو میگی دیگه با اون پسره؟ آره بابا، آره شارونستون. چی شده مگه؟ از همون شکایت کرده، گفته خبر دروغ چاپ کردی. نشر عکازی با هدکه حیثیت و از این جور صحبت. اتفاقا یکی دو بارم زنگ زد دفتر مجله قیل و قال رو انداخت، ولی فکر نمی‌کنم بره ازمون شکایت کنه. می‌خواستم تو بهش زنگ بزنی بگی شکایتشو پس بگیره. غلط کرده دختر انیمال. همه اینا رو تو 50 تا مجلس پرایوت و پابلیک دیدن، جیک تو جیک هم بودن و همون گفتن عقد کردن. بعدش هم شما که نگفتین دو تا با هم رابطه غیر افلاطونی دارن. گفتین ازدواج کردن، ازدواجم که خلاف شرعی. اصلا برو بهش بگو الاغ جون با همین چیزا سلبریتی میشی. من 3 روز دیگه باید برم دادگاه. دادگاه سلبریتی چه میدونه یعنی چی؟ باش بهش زنگ میزنم. اما این کارو بیخ پیدا کرد، همین که گفتم تو دادگاه میگه آقا ما این خبر زدیم. خب خبر میتونه تایید شه، میتونه تکذیب شه. این لقمه دهن مجله های زرد و صورتیه. تو که مجله انتلکتوئلی در میاری، چرا همچین چیزی چاپ کردی؟ کامران، دخل و خرج مجله افتضاح، افتضاح. به ما هم که آگهی نمیدن، میگن مجله فرهنگیه. راشو بلد نیستی. آخه تو این مجله کنار ادگار آلن پو، ویرجینیا ولف، آزیتا شکری کیلو چنده؟ مشکل اساسی تو همسال تو اینه که تو فضای گوتلکتوئلیتون درجا زدی. فکر میکنی چند نفر تو این مملکت مسئلهشون این چیز هست که تو چاپ میکنی؟ 100 دفعه بهت گفتن بزن تو کاری مجله آرشیو داشتی. مگه نیست این یارو هم مجله در میاره، هم تهیه کننده است، هم فیلم فارسی میسازه، هم جشنواره ایه. اینا یاد بگی دیگه، عقل کن. ببین امتیازش هم دارم ها. زندگی صورتی، هفته نامه آرشیو داشتی، ویژه بانوان. کاش میشد از اینجا برم. شروع کرد باز. برم کجا بری؟ تو مملکت خودت داری به زبون مادری مجله در میاری، این خر تو گل موندی. میخوای بری اونجا چه غلطی بکنی؟ کسرا، نون تو زندگی صورتیه. خیلی ممنون، استفاده شد. ما که در کل نتونستیم از خودمون دفاع کنیم، ولی مهم نیست، شما دیگه نمیخواد پیگیری کنیم. باش. آره مهم نیست. خداحافظ. خداحافظ. کسرا سلام. سلام. چطوری؟ قربانت خوبم. تو چطوری؟ قربانت تو مرسی. فروخ چطوره؟ فروخم خوبه. این طرفا؟ عزتی امروز دادگاه داره. اون گزارش تهیه کنه. بله. تو برای چی اینجایی؟ برای نشر عکاسی. از مجله شکایت شدم. نتیجه چی شد؟ هیچی. معنی قانونی نداره. ولی خودم نمیخوام منتشرش کنم. خسته شدم. مشکلات مالی مجله زیاده. کاغذ و فیلم و زین که دولتی هم که نمیگیریم. کسی هم که حمایت نمیکنه. پس رسماً تعطیل دیگه. میخوای خبرشو تنظیم کنم بذارم رو سایت؟ آره تنظیم کن. تیتر بزن فرهنگ فاخته حامی ندارد. بنویس یادم نره. بنویس. به فروغ سلام برسون. حکم دادگارم بذار رو سایت. سه ماه تعطیلی. فرهنگ فاخته دارین؟ چی؟ فرهنگ فاخته، مجله فرهنگ فاخته. نه ندارم. اصلا نداشتین یا آوردین تموم شده؟
ما اصلا از این اخت مختا نمیاد. سلام، یه کار چارج می‌کنم. فروغ گفت امروز دادگاه داشتی. چند بار به فروغ گفتم این ملک پشت پارک دانشجو خالی افتاده، اگه بخوای میتونی یه دستی به سر روش بکشی، تبدیلش کنی به کتاب فروشی، کافی نت، کافه گالری، یه چیزی تو این مایه ها. نمیدونم، هرچی خودتون هست. شما که میدونی این کاری که میگین از من بر نمیاد. بس یه سر بیا اونجا رو ببین، شاید نظرت عوض شد. ضرر که نداره. امشب ساکت بودی، همه از من پرسیدن که اسرا چشه. تو چه گفتی؟ چی باید بگم؟ گفتم امروز دادگاه داشتی، بعدش هم اوضاع به هم ریخته مجله و مؤسسه و چی دیگه، از همینجور حرفا. امروز داشتم به روزنامه و مجله هایی فکر میکردم که توشون کار کردیم، کم نبودن فروغ. یکی راه میافتاد، یکی جمع میشد، یکی تأسیس، یکی تعطیل، آخرش اونایی که واسه شعاراشون یقه جر میدادن حالا کجان؟ یا تو فرنگ نشستن دارن نالهای قجری سر میدن، یا تو همین تهران غرق پول مستقلاتن. این وسط عمر ما و امثال ما بود که هدر شد. کسا جان بیدار شدی که لنگ ظهره، تو دفتر کلی کار داریم. معلوم فروغ، اینا رو خاموش کن، من نمیشنوم این چی میگه. الو، چی میگی؟ کی؟ نشناختی؟ از کجا زنگ میزد؟ خب باش، اگه دوباره زنگ زد شماره همراه منو بهش بده. داریم میم دفتر. کی بود؟ من اینجا بود. درست نفهمیدم چی میگه. گفت مثل یکی از سوئد زنگ زده با من کار داشته. نگفت چی کار داره؟ نفهمیدم. درست نفهمیدم چی گفت. سلام. سلام علیکم. حالت چطور؟ سلام. خوبی؟ خوش اومدین. قربونت بشی. چه خبر؟ خوبی؟ خاصی نیست. چند روز تماس میگیرم اما نمیتونم باهاتون صحبت کنم. تلفنتون هم که جواب نمیدین. خواستم بگم که اگه کارمو نمیپسندین یا میخواین ردم کنین، خب روک به خودم بگین. لزومی نداره که واسه چندلغاز حقا تحریر منو سر کار بذارین. اصلا این حرفا نیاش شد. اوضاع مجله فشله. کاش فقط تو بودی. ویراستار، مترجم، لیتوگراف، کاغذ فروش، اصلا میخوام جمعش کنم تا یک دو ما دیگه هم با همه بچه تصفیه میکنم. وضعمون اینه دیگه، میبینه دیگه. بیا چیکار باید بکنم؟ تو بگو. آرش جان به زنگ میزنم.
شایگان پیش پای شما و خانومی که تلفنی گفتن بازم تماس گرفتن. شماره موبایلتون رو دادم، گفت دوباره بهتون زنگ میزنه. کی هست؟ چی میگه؟ از سوئد زنگ زد، گفت میخواد با آقای شایگان صحبت کنه. خب به من بیشتر نگفت. خیلی خب، تو یه زنگ بزن بانک ببین آقای پاکیزه اون قرار ساعت 3 برای وامو قطعی کردن یا نه. بله. الو، آقای شایگان؟ بله بفرمایید. آقا چقدر سخت میشه شما رو پیدا کرد. دیروز حالا چند مرتبه زنگ زدم دفترتون، نبودین پیغام گذاشتم. شماره همراهتونم که این خانم منشیتون نمیداد. بگذاریم، من قوامی هستم، دکتر مجده قوامی، از سوئد تماس میگیرم، از استکهلم. ظاهرا شما یه مؤسسه فرهنگی هنری دارین به اسم فرهنگ فاخته که کنارش کار مجله هم میکنین، بله؟ بله همینطوره. ببین آقای شایگان، من رئیس دایره حقوقی شرکتی هستم که کارش تولید قطعات کامپیوتریه. شاید اسمشو شنیده باشین، دیتا داتور. راستی شما اصلا با کامپیوتر کار میکنین؟ بله خب الان همه با کامپیوتر. بله میدونم همه با کامپیوتر کار میکنن، اما این کامپیوتره که شماها باش کار میکنین از این اسمبلای چینی و مالزیه. دیتا داتور یه شرکت معتبر سوئدیه با استانداردهای بین‌المللی. ببخشید من یه سوالی میخواستم بکنم، شما غیر از روزنامه نگاری کار دیگه ای هم میکنین؟ من تئاتر خوندم، نقد مینویسم، یه کار مستندی هم انجام دادم. به هر حال خوب شد پیداتون کردم. کمپانی ما زیر مجموعه یه بنیاده که یه بار در سال هدایایی رو برای انجیو ها میفرسته کشورهای دیگه. این کمک ها معمولا با هدف توسعه جامعه مدنی داده میشه. حالا قرار شده که یه بخشی از این هدایا رو امسال بفرستن ایران. آقای پترسون رئیس کمپانی و آقای پروفسور ساله. راستی شما ایشونو میشناسین؟ نه خیر، اسمشون رو نشنیدم. پروفسور ساله مدیر عامل کمپانی هستن، ایشون نشریه شما رو برای کمک انتخاب کردن. پروفسور دنبال یه ایرانی بودن که با شما صحبت کنه، این موضوع رو بهتون بگه، برای همین از من خواهش کردن که این کار رو انجام بدم. شما میخواین این کمک رو دریافت کنین؟ مبلغش چیزی حدود 505,000 یوروه که فکر میکنم به پول ایران مبلغ قابل توجهیه. بله قابل توجهه. گویا شما یه مشکل مالی هم دارین، چون پروفسور توی یادداشتشون برای من اینطور نوشتن که خبر تعطیلی نشریه‌تون رو توی یکی از این سایت‌های ایرانی خوندن. بله جالبه، ما اینجا تو کشور خودمون هرچی داد میزنیم کسی نمیشنوه، اون وقت ایشون اونور دنیا. خب آقای پروفسور عاشق ایران هستن و نسبت به اتفاقایی که اونجا میفته خیلی حساسن، مسائل اونجا رو دنبال میکنن. ایشون فقط میخوان به عنوان یه ایرانی آزاده به این حرکت فرهنگی شما کمک کنن. خب نظرتون چیه؟ والا چی بگم، من از این اتفاقی که افتاده خیلی خوشحالم، از شما هم ممنونم. پس موافقین؟ بله چرا که نه. خب خدا رو شکر این کیس هم تموم شد. شما آخرین مؤسسه فرهنگی برای دریافت کمک تو لیست امسال ما بودین. اگه پیداتون نمی‌کردم این هدایا میرفت برای دفتری توی مصر. راستی شما بعد یه شماره فکس به من بدین که نامه شرکت رو براتون بفرستم. بعد مراحل رسمی کار شروع میشه. به همون شماره دفتر فکس کنین. منظورتون همون شماره ایه که منشیتون برمی‌داره. باشه، پس اصل نامه پروفسور براتون فکس می‌کنم تا بعد با هم صحبت کنیم. بله خیلی ممنون. کی بود؟ با بانک تماس گرفتم، قرارو برای ساعت 3 فیکس کردم. آقای پاکیزه گفت منتظرتونه تا برید و کارهای اداری مربوط به وامو انجام بدین. فعلا کنسلش کن. چی کار کنه؟ حواست هست چی داری میگی؟ مثل اینکه بدهی چاپخونه و چکای برگشتی رو یادت رفته. کنسلش کن، بگو من خودم باشون صحبت میکنم. مرجو نشنیدی؟ کنسل. اگه قرار باشه کارو تو ملک بابا شروع کنیم، با پول پیش اینجا و فروش وسایلی که لازم نداریم میتونیم چه کارو پاس کنیم. وام میخوایم چیکار؟ من تو ماشینم، بیا. همین الان این فکس اون خانومی که از سوئد تماس گرفت فرستاد. پیشنهاد بابا فکر میکردن، به نظرم باز کردن کافه گالری یا کتاب فروشی و اینجور چیزها هم خیلی آسون نیست. بالاخره دنگ و فنگ خودشو داره، مجوز میخواد، خرید تجهیزات داره، راه انداختنش پول میخواد، همینجوری که نیست. تو چی فکر میکنی؟ احتیاج به بازسازی داره. ساختمونو میبینی؟ اون هم مثل همین بود.
معمارش هم آشناست. بیا تو رو ببین. اگه مشغول بشین خوبیش اینه که خودتون میشین آقای خود. راستی کس را یکی از رفقام دنبال یکی میگرده یه ماهنامه براشون در بیاره. از تهیه مطلب بگیر تا چاپ و صحافی. پول خوبی هم میده. موضوعش چیه؟ چلو کباب. چلو کباب برای رستوران ها. برای اینکه وجه فرنگی کارم حفظ بشه میشه هر ما با 4 تا از این آرتیستا درباره غذای ایرانی مصاحبه کنیم. برای فروشش هم بد نیست. میدونم باب میلت نیست. ببخشید. بله؟ الو، قوامی هستم. بله خواهش می‌کنم بفرمایید. من بعد پس فردا با شما تماس می‌گرفتم ولی آقای پترسون رئیس کمپانی اصرار داره که زودتر تکلیف این کیس روشن بشه. به خاطر همین از من خواسته امروز که روز تعطیل خودمه بیام شرکت هماهنگی لازم رو انجام بدم که این کار زودتر به نتیجه برسه. خیلی ممنون، لطف کردین. ببینین، شاید بد نباشه من یه توضیح بدم بهتون. کمک‌های مالی ما به صورت کالا از تولیدات شرکته که به دلیل مشکلات بازرگانی فعلی نمی‌تونیم مستقیم بفرستیمشون تهران. برای همین ناچاریم با یکی از نمایندگیامون توی کشورهای همسایه ایران هماهنگ کنیم که این محموله‌های اهدایی فرستاده بشه به مسکو، باکو یا استانبول. بعدش هم تبدیل به ارز بشه، مبلغش نقدن در اختیار نماینده قانونیتون قرار بگیره. همه هزینه‌های این پروژه رو ما پرداخت می‌کنیم. حالا اگه موافقین به ما اعلام کنین که کدوم کشور برای شما مناسبه. اگه امکان داره این ملاقات تو دبی باشه. متاسفانه ما تو کشور حاشیه خلیج فارس نمایندگی نداریم. بسیار خوب. برای من استانبول مناسب تره. پس قرارمون میشه استانبول. شما یه نامه برای پروفسور صالح بنویسین، توش توضیح بدین که شرط ما رو قبول کردین. چه شرطی؟ اینکه یه قسمتی از این پولو بعد برای وبلاگ نویسا هزینه کنین. بعدم یه رزومه از خودتون. توی همون نامه هم نماینده قانونیتونه که برای گرفتن پول میاد استانبول به ما معرفی کنین. یه کپی از صفحه اول پاسپورتش هم باید برای ما فکس کنین. الو؟ الو آقای شایگان؟ الو؟ ببخشید خانم، داشتم راجع به موضوع وبلاگ نویسا فکر میکردم. تو تماس قبلیتون چیزی نگفتین؟ چرا؟ توی نامه که 1-2 ساعت پیش براتون فکس کردم به این موضوع اشاره شده که. ولی من نامه ای نگرفتم. به هر حال مصوبه هیئت مدیره است هزینه کردن قسمتی از این کمک برای وبلاگ نویسا. اگه موافق نیستین میتونین از دریافت کمک انصراف بدین. نه نه، انصراف نه. اما خیلی خوب، من این نامه رو براتون فکس میکنم. ببخشید من میتونم این میلتون رو داشته باشم که نامه رو از اون طریق براتون بفرستم؟ نه متاسفانه، ما مکاتباتمون رو از طریق فکس انجام میدیم. امروز هم چون شرکت تعطیله بعد از اون ناچارم فقط برای گرفتن فکس شما بیام دفتر. پس قرارمون میشه 5:30 به وقت تهران. شماره اینجا روی سربرگ نامه‌ای که قبلا براتون فرستادم هست. منتظر فکستون هستم. فروغ جان بابا کو؟ چیه؟ خیلی بد شد. حالا من خودم زنگ میزنم با بابا صحبت میکنم. نمیشد قطع کنم. چرا میشد؟ میتونستی 10 دقیقه یه رو با موبایل خاموش کنی، دندون رو جگر بذاری، حداقل حرفای بابا رو بشنوی، بعد بهش بگی نه. من که نمیخواستم بگم نه، من اصلا چیزی نگفتم. کی بود؟ کی بود؟ تلفن. حتما خیلی برات عزیزه که اینقدر براش وقت میذاری دیگه. فروغ جان چرت و پرت نگو. این همون یاروه که منجی میگه واسه زنگ میزنه. آره. آها، همون خانومه. خب. رئیس دایره حقوقی شرکت تو سوئد. یکی از کاراشون کمک به NGO هاست. NGO. اونا فرهنگی فاخته رو انتخاب کردن برای کمک به لاعوض 700 میلیونی. آها. فرهنگ فاخته رو انتخاب کردن یا وبلاگ نویسای دو آتیشه رو انتخاب کردن؟ این چیه؟ فکر نکردی بین این همه نشریه چرا فرهنگ فاخته؟ مگه عاشق چشم روی تو هن؟ فکر نمی‌کنی شاید یه منافعی داشته باشن؟ بابا جون، مدیر عامل اون شرکت یه ایرانیه که مصاحبه منو رو سایت‌ها خونده. آها، بعد به خاطر یه مصاحبه از اون بره دنیا پا میشه میاد 700 میلیون پول بی زبونو میده به تو. این موضوع رو باید فراموش کنیم. چرا باید فراموش کنیم؟ چون بابا میخواد یه زیر پله بده که اونجا جزوه سی می‌کنیم. نه خیر، به خاطر اینکه من نمیتونم تحمل کنم 4 روز دیگه اسم تو بره کنار آدمایی که بهشون میگن محکومای انقلاب مخملی. میفهمی من چی میگم کسا یا نه؟ این مزخرفات چیه میگی فروغ؟ کی گفته هر کس 4 تا مؤسسه خارجی کمک بگیره مشکل سیاسی پیدا میکنه؟ تو چرا همه چی رو سیاسی میبینی آخه؟ این همه از این پولا میگیرن یک شما. مشکلش چیه؟ بعدش هم که ما قرار نیست چیزی رو از دست بدیم.
همه هزینه ها رو خودشون میدن. ما فقط قراره یه نفر رو بفرستیم ترکیه برای گرفتن پول، که نمیفرستیم خودمون میریم. حالا این مشکلش کجاست؟ مشکل اینه که تو تحقیق نمیکنی. چرا با کسی مشورت نمیکنی؟ اولا که چیزی برای تردید وجود نداره. دوما تو شرایط فعلی همه مثل تو فکر میکنن. کافی کسی از این قضیه بو ببره، همه چی میره رو هوا. اگه ته این موضوع به این ماجرای سیاسی ختم بشه، اون وقت میخوای چیکار کنی؟ چشماتو باز کن، تو به خاطر یه وعده‌ای که رو هواس داری همه زندگیمون رو خراب میکنی. اون از وام بانک، اینم از کمک‌های بابا. کمک‌های بابا چیه؟ کمک‌های بابا خنده داره. از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم؟ از دهکده جهانی مارشال مکلوهان تا طعم چلوکما با امین السلطان. کجا میری؟ بیا سوار شو. بده من نمیخواستم بابا رو ناراحت کنم. خب ما مشکل مالی داریم، دفعه اولمون هم که نیست. آسمون به زمین نیومده که با من اینجوری رفتار میکنیم. عزیزم تو که میدونی همیشه متهم ردیف اول ماییم. مگه نمیبینی زنگ میزنن میگن شما مزدورین، یکی دیگه لیچار بارمون میکنه میگه چرا به فلانی گفتین بالای چشمت ابروه، یکی دیگه میگه این چیه چاپ کردی، مردم به ما میگن پالونتون کجه. دیگه به اینجام رسیده، به خدا تحمل ندارم. میفهمی؟ من هنوز تصمیمی نگرفتم، ولی تو درست حد زدی. من دارم به رفتن فکر میکنم. دلم هم میخواد تو هر تصمیمی که گرفتم تو همراهم باشی. این خیلی زیاده. بیا سوار شو برو. بیا فروغ جان، بیا. لازم به ذکر است که نشریه فرهنگ فاخته تنها یکی از فعالیت‌های مؤسسه ماست. در پایان به عرض می‌رساند که این جانب به همراه خانم فروغ رؤوفی، تو رو میگم، خزانه‌دار مؤسسه، برای دریافت هدایای شما در موعد مقرر در کشور ترکیه حاضر خواهیم بود. یکی دو روز پیش با میسرا تلفنی حرف زدم. خب موندن لندن، کارشون جور نشده. بخش فارسی اون شبکه خبری 30% از بودجه شو کم کرده، مجبور شده 30% از نیروهاش هم تعدیل کنه. اینا موندن اونجا حالا خون بالا خون و سرگردن. وضعیت ما با اونا فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ میگفت بیشتر ایرونیایی که اونجا هستن فیلشون یاد هندوستان میکنن، نمیتونن برگردن ایران، نمیتونن اونجا بمونن، همش در حال تصمیم گیری ان که بمونن یا برگردن. اینا دیگه ادا اصوله. خیلی هم اونجا دارن راحت زندگی شروع میکنن. نمونهش همین مهرداد و نسیم. تاره دیدو قور بزنن، ادو اتبار در بیارن، دارن زندگیشون رو میکنن. به این سرد بیشتر دیگه به درد نمیخوره. بله؟ الو آقای شایگان. بفرمایید. فکستون رو گرفتم. نامه خیلی خوب تنظیم شده. فقط از نظر مکاتبات حقوقی چند تا مشکل داره که باید اصلاح بشه. نامه باید رو سربرگ مؤسسه‌تون باشه با شماره نامه، نه رو کاغذ سفید. تاریخ هم باید به میلادی بنویسین. بعدم اینکه برای گرفتن چک لازم نیست خودتون بیاین. میتونین نماینده قانونیتون رو بفرستین. البته برای ما فرقی نمی‌کنه. در ضمن کپی صفحه اول پاسپورتاتون هم قرار بود برام بفرستین. مسکی یادتون رفته. بله حتما، من نامه رو اصلاح میکنم با کپی پاسپورت و اینا براتون میفرستم. فقط مرحله بعدی کار چیه؟ مرحله بعدی تهیه بلیط و رزرو هتل تو استانبوله. خب همونطور که قبلا هم بهتون گفتم اینجور هزینه ها رو ما پرداخت میکنیم. فقط یادتون باشه هزینه بلیط هواپیما برای کلاس اکونومی پرداخت میشه، نه بالاتر. برای چه تاریخی بلیط بگیرم؟ از نظر ما هر چی زودتر بهتر. میتونه همین فردا باشه. این ساعت که آژانس ها تعطیلن، ولی من فردا اقدام میکنم، نتیجه رو به شما میگم. شما میتونین هتلم رزرو کنین. خوبه یه جای نزدیک میدون تقسیم یا خیابون استقلال باشه، چون سفارت سوئد هم همون حوالیه. ما بیشتر کارامونو باید با نظارت نماینده دفتر منافع بازرگانی سفارت سوئد انجام بدیم. راستی شما تا حالا استانبول بودین؟ نه خیر، من ترکیه نیومدم.
ولی من اونجا بودم. خیلی جای قشنگیه. این خیابون و میدونی هم که گفتم بهتون، یه جایی مثل خیابون ولیعصر رو میدون تجریش خودمونه. من چند سال تو همین سفارت سوئد کار میکردم، کار دفتری و ترجمه و اینجور کارا. خیلی خوب، من فردا منتظر خبر شما هستم. بله، باهاتون تماس میگیرم. خداحافظ. دیدی؟ همه چی با خودشونه. نهایتش اینه که چند روزی میریم ترکیه، یه آب و هوای عوض میکنیم، برمیگردیم. سلام. سلام. دو تا بلیط می‌خواستم برای استانبول. برای چه تاریخی؟ با کدوم پرواز؟ پروازش خیلی مهم نیست، ولی هر چی زودتر بهتر. تا دو هفته دیگه هیچ جای خالی نداری. دو هفته؟ من چند روز دیگه باید استانبول باشم. متاسفم، شما میتونی شماره تماس و پاسپورتتون رو به ما بدین، در صورت کنسلی باهاتون تماس می‌گیریم. ممنون میشم ازتون. این پاسپورت ها، اینم کارت ویزیت منه، میتونید با همین شماره تماس بگیرید. بیا یه شماره پشت به این شماره فکسش کن. سلام. چیکار کردی؟ فعلا که بلیط نیست، ولی جور میشه. قرار شد از آژانس تماس بگیرن. من دیتا داتا رو تو اینترنت سرچ کردم. خب کمپانی معتبریه. کلی هم در مورد همین کمک های بلاوزشون تبلیغات کرده بودن، ولی در مورد کمک امسالشون به فرهنگ فاخته هیچی تو سایتشون نبود. نباید باشه، موضوع کار ما تازه شروع شده. من تازه پیروز بشون رو آقای دریانی اومدن میخوان شما رو ببینن. سلام علیکم. خوش اومده آقای دریانی. آقا تبریزی، تهرانی، بفرمایید. آقا این حرفا رو برشون نیاز نیست من بشینم. چی شد آقا؟ دو سه هفته من سر کار گذاشت، هی خبر میدم خبر میدم، هنوز هیچ خبری نشده. اتفاقا خوب شد تشریف آوردین. سلام، حالشون خوبه؟ بفهمید. اینجا رو ببینید. این وضعیت ماست. یه اصطلاح خودتون دارین، چی میگین؟ بودی که وار. ما که شرایط درآمدیمون های در، یعنی اونجوری نیست که شما هر دم و دقیقه بخواین کرایه و پول پیشو اضافه کنین. والله من از کارهای شما سر در نمیاره. روزی که اومدین اینجا رو رهنزاره کردین، گفتین کار فرهنگی میکنن. ولی من الان اومدم میبینم که شما در کار خرید فروش کاغذ باطله هستین. کاغذ باطله نیست آقای دریانی، ما اینجا مجله در میاریم. مجله در میارین؟ اون وقت کدوم وری هستین؟ ما هیچ وری نیستیم. سیاسی؟ کدوم وری هستیم؟ نه، منظورم اینه که شما از اونها هستین که میریزن شیشه هاشونو میشکنن و مجله هاشونو آتش میزنن. و اصلا آقا اینو ولش کن، من ساختمان رو لازم دارم. آقای دریانی، ما مجله در میاریم، کار فرهنگی میکنیم، ما شرایط میشه. آقا اصلا من میخوام این میلچه بفروشم. اجازه توانایی دارید؟ بسم الله. وگرنه یعنی شما میفرمایید که ما باید اینجا تخلیه کنیم؟ چشتون آماده است؟ به محض اینکه تخلیه کنید پولتون رو میگیرید. آقای دریانی، کاغذ باطل آل بیلی، من هر یک کار فرهنگی دیدم مسکره. از صبح تا حالا نتونستم دست به هیچ کاری بزنم، فقط همینجوری سر خودم رو گرم کردم. چرا؟ چون یه حرفایی زدی که اصلا منو بلا تکلیف گذاشتی. نمیدونم باید با مطالب شما رای بعد چی کار کنم، بفرستم برای ویرایش یا نفرستم، حروف چینی بشن یا نشن. می‌خواستم زنگ بزنم این مجله رو ببرن صحافی کنن، بقیه‌رم رد کنیم بره کیلویی دیگه، اینجا یکم جا باز بشه. فروغ جان، ولی اصلا از نظر من کار مجله و مؤسسه تمومه، تموم. ولی اگه تو فکر صحافی مجلات و خلوت کردن اینجایی،
خیلی هم فکر خوبیه. چرا که نه؟ حالا فهمیدم که. ولی میگم اصلا دست و دلم به کار نمیره. سلام خانم دکتر. اصلاحاتی رو که خواسته بودین رو نامه قبلی انجام دادم براتون فرستادم. بله نامه رو گرفتم، مشکلی نداره. فقط بگو ببینم بلیط و رزرو هتل چی شد؟ من تا همین الان دنبال این موضوع بودم. متاسفانه بلیط نیست. ولی خب از آژانس قول دادن که جور کنن برام. به هر حال شما باید سریعتر زمان ورودتون به استانبول به من اطلاع بدین. من باید فرصت داشته باشم بقیه موارد رو هماهنگ کنم. محموله باید از استکهلم برای ترکیه بارگیری بشه. اینم وقت میبره. تو استانبول هم محلی برای انبار کردن این کالاها نداریم. اینه که باید خیلی سریع تبدیل به ارز بشه. بعدش هم کلی کارهای گمرکی و بانکی و اداری و از اینجور چیزا دیگه. ببینین اینا آدمای دقیقین. نمیتونن خیلی منتظر شما بمونن. بله متوجه هستم. عرض کردم دیگه من منتظر خبر آژانسم. آقای شایگان، تلفن زدن به شما و فکس و اینجور کارا جز وظایف من نیست. فقط چون پروفسور از من خواسته دارم پیگیری میکنم. شما حواست باشه. اگه این موضوع اومدنت به ترکیه خیلی طول بکشه، ممکنه اینا عقیدهشون عوض بشه و شما این فرصت رو از دست بدید. نه، سعی میکنم این مسئله رو حلش کنم. پس حداکثر تا فردا صبح به من خبر بده. راستی، شما بازم کپی صفحه اول پاسپورت‌ها رو برام فکس نکردی. مثل اینکه خیلی آدم دقیقی نیستی. نه، اینجوری نیست. میفرستم. اونا رو هم میفرستم. قوامی، میگه من باید زودتر بدونم شما کی میرسین استانبول. به نظرم دلیلش منطقیه. همش دارم به اون حرفت فکر میکنم که گفتی تصمیم جدی برای رفتن نداری. هنوزم میگم. ولی رفتارت چیز دیگه ای رو نشون میده. انگار تصمیمتو گرفتی ولی میخوای پنهانش کنی. یادته چند روز پیش وقتی بهت گفتم بذار این مجله ها رو کیلویی رد کنیم چه علم شنگه ای رو انداختی؟ ولی امروز تشویقم میکنی. خب معلومه. الان باید اینجا رو تخلیه کنیم. دریانی رو ندیدی؟ تو این وضعیت افتضاح مالی وام با شرایط خیلی خوب رو رد میکنی. هر پیشنهادی بهت میشه پس میزن. چه پیشنهادی؟ همون مجله ای که کامران گفت. مجله کامران. مگه برای تو چقدر کار داره؟ همه هزینه هاشم که پای خودشه. یا همین سفر ترکیه. جور نشدن بلیط ببین چجوری به همت ریخته. بازم بگم؟ خیلی خوب فروغ، خیلی خوب. قبول. من تصمیم جدی برای اینجا موندن ندارم. ولی الان مسئله اصلی ما رفتن به ترکیه و گرفتن اون پوله. این یه فرصت استثنائیه که دیگه اتفاق نمیفته. بعد هزار تا راه جلو پامونه که میتونیم یکیشو انتخاب کنیم. تو با گرفتن این پول مشکل داری؟ مشکل من پولای پشت سرمونه که تو داری یکی یکی خرابشون میکنی. رفیق سعودی چند بار زنگ زده برات پیغام گذاشته، مثل اینکه با همراهت هم تماس گرفته جوابشو ندادی. گوش کن ببین چه پیغامی برات گذاشته. نمیدونم چرا اینجوری حرف میزنه. برشون دیوونه است. آقای محترم، من هر چی زنگ میزنم نمیتونم باهاتون صحبت کنم. چرا موبایلتو جواب نمیدی؟ امروز بعد تاریخ ورودت به استانبول به من خبر میدادی. اینجوری نمیشه کار کرد. من واقعا معنی این رفتارهای شما رو نمیفهمم. با من تماس بگیرید. گوش کردی؟ جدن دیوونه هستا؟ طلبکار ازت؟ من قرار بوده ساعت پرواز رو بهش بگم، ولی وقتی هنو بلیط نگرفتم زنگ بزنم بگم چی؟ قاطیه ها. من میرم آژانس ببینم چیکار میتونم. ببین اگه زنگ زد بهش مثلا جوابش نده. دیوونه هست بابا این. عجب آدم سمجیه. ولکن نیست.
من دیروز اومدم اینجا با یکی از همکاراتون بابت خرید بلیت استانبول صحبت کردم، پاسپورتام هم دادم بهشون. قرار بود که به من خبر بدن، خبری ازشون نشد. برای چه تاریخی؟ بهشون گفتم هر چی زودتر بهتر. چند نفر؟ دو نفر. خب دو تا کنسلی داریم، یکی برای پس فردا 3:40 بامداد، اما برای یه نفر. نه ما دو نفریم، میخوایم پروازمون با هم باشه. خب با پرواز بعدی برین. اون کیه؟ سه شنبه 7 صبح. خوبه؟ بله خوبه، همین رو صادر کنین. حتما. اگه لطف کنین هتل هم رزرو کنین ممنون میشم. نبود که پارک کرده بودم. اگه اجازه بفرمایید من نقدن جریمه رو بپردازم، دیگه شما زحمت نکشید پارکینگ نبرید ماشین. پس ماشین شما؟ بله بله. من نقدی نیستم. باید فردا با مدارک لازم بیایید به این آدرس تا برگه ترخیص رو بگیرید. بعد میتونید ماشینتون رو تعویض بدید. حرکت. ممنون میشم اگر قبل از شب یه نگاهی بهش بندازید. سلام. حتما باشه. سلام. سلام. شما کماکان می‌نویسین دیگه. بله، با اجازهتون. لطف کردی ممنون. خداحافظ. فروخت تو نمی‌خوای دل بکنی؟ بابا از 2 هفته پیش باش قرار داشتم، یهو نمیتونم برم جار بزنم بگم موبرشکسته شدیم تعطیلی. یه رفیق سعودی زنگ زد. با منیجر حرف زد، بعد پیغام گذاشت. بفهمم. اینم بلیط رزرو هتل. ببین کسرو جان، تو نمیتونی بری ترکیه. برای چی؟ ممنوع الخروجی به خاطر چکای برگشتی اقبال. الو، الو خانم قوامی. آقا این بازی ها چیه در میاری؟ من نه تلفن چیم نه اینقدر وقت دارم که دم به ساعت دنبال شما بگردم. نمیفهمم واقعا. ما هم باید پول بدیم هم التماس کنیم؟ آقا من 10 بار زنگ بزنم که چی؟ میخوای یه تاریخ پرواز به من بگی؟ نه موبایل تو جواب میدی، نه تو دفترت هستی. اینطوری که نمیشه که. راستش خانم قوامی، من خواستم الان برای ما مهم نیست. شما این موضوع رو اساسا فراموش کنین. کمک مالی که صحبتش شده بود از نظر شرکت کنسله. دیگه بهش فکر نکنین. از نظر ما این پرونده بسته شده. آقای دریانی زنگ زد گفت چکتون آماده است، کی تخلیه میکنین؟ ضمناً خانم قوامی هم تماس گرفت گفتش که اون به جهنم، به درک اصل و سافلین بزنی که این بده به منیجر همه چی رو کنسل کنه. نمیخواید بگید چی شده؟ فرو نرو رو اعصاب من، بعدا صحبت میکنیم. نرو رو اعصاب من. خیلی خوب، خیلی خوب، بس باشه، ببخشید. خانم شما فکر کنید اینجا سوئیسه؟ میدونی از صبح تا چی به روز من اومده؟ میدونی برای همین کس چند تا آژانس رو من زیر رو کردم؟ میدونی از آخرین آژانسی که اومدم بیرون چه اتفاقی برام افتاد؟ ماشینمو بردن. حالا میدونی من چند روز بعد بودم دوباره همین قضیه ماشین؟ متاسفم. بهتون که گفتم موضوع منتفیه. اینا به هیچ وجه تعامل بی‌نظمی رو ندارن. بعیده بشه نظرشون رو عوض کرد. موضوع رو فراموش کنین. چی آقا چرا چپ چپ نگاه می‌کنی؟ داریم میریم دیگه، تخته شد.
بله. خواستم بدونم چیکار کردی. چیکار باید میکردم؟ شما گفتین موضوع منتفیه، منم همه چی رو کنسل کردم. ببین من واقعا متاسفم، اگه میبینی من اونجوری برخورد کردم دلیلش اینه که اینا داشتن موضوع رو از من پیگیری میکردن و دائم فشار میآوردن. آقای پترسون و جناب پروفسور میخوان هرچه سریعتر این پروژه به نتیجه برسه، پروندهش بسته بشه. دلیلش هم قوانین مالیاتی اینجاست. راستش اینه که اینا با اینجور کمک‌ها میزان مالیاتشون رو کردن. برای همین تأخیر تو خروج کالاها از سوئد ممکنه کمپانی رو با خسارت‌های جدی مالی مواجه کنه. ببخشید یه لحظه گوشی. یا هالو، ده مجده. یا یاسکاسه یا اونم سکر. میدونین که پشت اون خط بود؟ آقای پترسون. مثل که شما خیلی خوش شانسین. گفت پروفسور ساله از ایشون خواسته که با وجود همه تأخیرها بازم این کمک مالی رو بدن به شما. نظر شما چیه؟ عرض کردم. شما گفتین موضوع منتفیه، منم همه چی رو کنسل کردم. حالا بعد دوباره زنگ بزنم به آژانس ببینم میتونم دوباره بلیط تهیه کنم یا نه. فکر میکنی کی بتونی به من خبرش رو بدی؟ شما اجازه بدید من زنگ بزنم به آژانس، به محضی که تاریخ قطعی شد باتون تماس میگیرم. در ضمن اگه خواستین زنگ بزنین به همین همراه هم زنگ بزنین. اوکی، پس من منتظر خبرتم. ممنون. الو سلام. آژانس هواپیمایی دلتا وان. بلش کن. چیکار می‌کنی؟ بلش کن. درست شد. چی درست شد؟ میریم. کجا؟ ترکیه. کجا؟ تو ممنوع الخروج. میدونم عزیزم، ممنوع الخروجم میدونم، میفهمم. درست میشه. اونم راه کار داره. درستش می‌کنم. برای دریافت وام باید این اظهارنامه رو پر بکنیم. مرحله بعدی ارائه پیش فاکتور خرید تجهیزات برای مؤسستونه. بعدم گذاشتن سفته و وثیقه ملک. ما که سند نداریم بذاریم. میتونین سند شخص دیگه ای رو بیارین. اگه نداشته باشیم؟ متاسفانه راه دیگه ای وجود نداره. بعد اینا بازپرداختش چه شکلیه؟ بازپرداختا معمولا 6 ماه است. ولی من میتونم زمانشو برای شما طولانی‌تر کنم. کی میتونیم این وامو بگیریم؟ بعد از تکمیل و تسلیم مدارک دست کم 15 روز. شاید هم یکم بیشتر. نه ما این پولو سریع میخوایم. به هر حال یه سری کارهای اداری داره مثل ارزیابی سند و پیش فاکتور و از این قبیل کارا که اونم یه مقداری زمان میبره. راه دیگه ای هم نداره. بسیار خوب. ما فکرامونو میکنیم خبرتون میکنیم. موفق باشی. ما که سند و پیش فاکتور نداریم. شکر خدا موضوع منتفیه دیگه. شاید بابا بتونه کمکمون کنه. حرفش هم نزن، اون این کار نمیکنه. باشه چشم، من پیگیری میکنم بهتون خبر میدم. ممنون، خدافظ. چه دو نفر اومدن میگن میخوان اساس دفتر رو بخرن. خب حتما اشتباه اومدن دیگه. بله، از سمساری غنی‌زاده اومدیم. تماس گرفته بودیم برای فروش اساسی. حتما اشتباه شده. کسی از اینجا تماس نگرفته باتون، شاید حالا از طبقات دیگه بودن، نمیدونم. آدرس اینجاست. یه آقای به اسم شایگان تماس گرفته. آقای شایگان؟ شما میگین موضوع چیه؟ میگن آقای شایگان از دفتر ما تماس گرفتن برای فروش وسایل. آره آره، من زنگ آره آره آره، میخواستم یه حدود قیمتی دستم بیاد. آره عزیزم، بفهمین از اون اتاق شروع کنین، اسباب وسایل تو اون اتاق بفهمین. فروغ کجا داری میری؟ منم آدمم، حق دارم. باید به من میگفتی. نمیشه که انگار خودت دلت میخواد بکنی. دیوونه شدی؟ وایسا ببینم. حالا کجا داری میری؟ وایسا ببین چی میگن. با تو هم. وسایل اون اتاقم نشونشون بده. وایسا ببین چی میگن. فرو. فروغ، چرا غذاتو نخوردی؟ خانم رژیم تشریف دارن مامان. هرچی هم بهش میگم من زن رژیمی نمیخوام، به خرجش نمیره. بخور. نمیدونم چرا یه هایی همچی تصمیمی گرفتی. زندگی خودتون رو انتخاب با خودتون. فقط فکر میکنم داری اشتباه میکنی. چند بار گفتم اون ملک خالی افتاده. اما اصراری ندارم. فقط صلاحتون رو میخوام. من نمیدونم فروغ خانم چی گفتن. ولی من هنوز تصمیم جدی نگرفتم. پس حراج اساسی دفترم جز شوخیاته؟ تو که میدونی ما باید اونجا رو تخلیه کنیم، تحویل بدیم.
اون همه اسباب اساسی رو من کجا بریزم؟ ندیدی پایینی چه علمشنگی به پا کرد؟ ببین کسرا، با چیزایی که از فروخ شنیدم معلومه فکرایی داری. تو نه آدم سیاسی هستی که زیر پرچم کسی سینه بزنی، نه اهل دیسکو رفتن اونجور چیزا. غیر نوشتن و روزنامه نگاری هم کار دیگه بلد نیستی. تازه اونم به زبون مادریت. بهت گفت که تصمیم جدی نداره. راستش دلم میخواد یه مدتی از همه چی دور باشم. یه وقتایی هم دلم میخواد یه کارایی رو بکنم که بقیه انجام نمیدن. حتی کارهای غلط؟ کجاش غلطه آقا جون؟ یه فرصت استثنایی رو هوا زدن یا یه زندگی جدید رو تجربه کردن غلطه؟ کار کردن اینجا اینه دویدن رو ترد میله. حواست باشه، پول زندگی رو آسون میکنه، اما آرامش چیزی نیست که بشه اونو با پول خرید. برگ ترخیص داری؟ یا مسئول شمایی؟ بله. ماشینتون چیه جناب؟ فولکس گل نقره ای. شماره پلاتش چنده؟ 62423. این نیست ماشینتون؟ بیان فولکس گل، این گله؟ آینه هاشش. ماشینو چرا به این روز انداختی؟ نمیدونم، همینجوری بود اوردم بسید. اینجوری بود؟ بله. چیه؟ این انعام بچه های ما رو نمیدی؟ انعام چیه؟ این انعام هم میخواییم بابا، شما خیلی باحالی. انعام قرار نبود بیای اینجا. راستی دیشب یادم رفت بگم این سمسال پیشنهادش خوب بود، همه وسایل رد کردم رفت، فقط همونو مونده. آها اینو بهت نگفتم فروخ، دیروز داشتم با یه وکیل مهاجرت صحبت میکردم، گفت با این شرایطی که شما دارین راحت میتونین اقامت کانادا بگیرین. اصلا بس یه زنگ به این قوانین بزنم بگم همه چیمون انجام شده. الو؟ بله. خانم قوامی شایگان هستم. تماس گرفتم بگم پرواز ما برای هفته صبح سه شنبه قطعیه. هتل هم همونجا رزرو شد که گفتین. خوبه. فقط به محض ورودتون به هتل زنگ بزنین، شماره اتاق و فکس هتل رو به من اطلاع بدین که برنامه اونجا رو براتون فکس کنم. نکته آخر این که هیئت مدیره خواسته حتما اسامی وبلاگ نویسایی که قراره بهشون کمک بشه رو همراه با نشونی وبلاگشون برای ما بفرستین. شما که مشکلی ندارین؟ نه مشکلی نیست، ولی من فکر می‌کردم که اسامی این افراد شما برام مشخص می‌کنین. نه به هیچ وجه، انتخاب همشون با خودته. از نظر ما کسایی که زبان میدونن یا اونایی که لینک‌ها و کامنت‌های بیشتری دارن در اولویتن، چون ارتباطاشون وسیع‌تره. فقط آدمای دولتی و حکومتی نباید تو این لیست باشن، همین. خب من دیگه منتظر میمونم که شما رو توی ترکیه ببینم. بله، من به محضی که برسیم شما رو خبر میکنم. سفر خوبی داشته باشین. بازم وبلاگ نویسا رو میگه، ولی من تعهد تضمینی که به کسی ندادم. یه لیست بلند بالا مینویسم میذارم جلوشون تا یکی یکی بخونه رو پیدا کنن ما از ترکیه رفتیم. قضیه ممنوع خروجی هم داره حل میشه، با کامران تماس گرفتم. تازه کامرانم به هر دلیل اگه نخواد کمکمون کنه، با پول رهن اینجا و وسایلی که داریم راحت بتونیم چه کارو پاس کنیم. خب حالا کسرا چی میگه؟ اون که اصلا به رو خودش نمیاره. بهش میگم من به اینجا عادت کردم، به اینجا، به مردم، به کارمون با همه دنگ و فنگش، حتی به این خیابونای شلوغ. چه میدونم؟ روز که کسرا رو تو دادگاه دیدم به نظرم باید بی تفاوتش نسبت به مجله غیر عادیه.
حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. کندن بر من سخته، ولی نه به اندازه جدا شدن از کس رو. فعلا که پیله کرده بریم کانادا. میگه اونجا نشد یه جایی دیگه. فکر کنه آسونه. نمیدونم. شاید من دارم خیلی سخت میگیرم. گزارش ناقصه. کاملش کن بفرست ویرایش. اوضاع اینجا چطوره؟ چند روز پیش سوار تاکسی بودم. راننده تاکسی از این پیرمرد بانمک ها. مسافرام هی بحث میکردن و غر میزدن اینا. حرفشون که تموم شد، راننده تاکسی برگشت نگاه بهشون کرد. گفت این روزا اوضاع خیلی زخیمه. حالا اوضاع ما همینطوریه. زخیمه اوضاعتون. سلام. سلام خانم شایران. والا داشتم تلفنی با دخترم حرف میزدم که بهش بگم موقعی اومدم برام دارو بیاره، تلفن قطع شد. دیگه هر کاری کردم نتونستم بگیرم. گفتم بیام ببینم اگر مزاحم نیستم، اگه میشه من از اینجا یه زنگی. نه خواهش میکنم، بفرمایید. ممنونت. خواهش میکنم. تلفن اونجاست. بله. دارین از اینجا میری؟ سلام آش خانم. سلام آقای شایگان، باز بگم. بله؟ بفهمین، بفهمین بالا. کی بود؟ سمساره. کاش وقت بود تو روز ما گرم دادیم بابا، اینو بیا مفت میخرن همه چیم. فرقم کنه، همشون مثل همه، اونم این همین. بفهمین. آقا سلام، سلام. خواهش بگم. یا الله. بفهمین، بفهمین. بله، دستگاه صورتی هم فروشیه؟ بله، اونم فروشیه. دیگه چه داری؟ اینا هم هست. فقط یادت باشه از اون قرصه که اون دفعه برام آورده بودی دو بسته دیگه بگیری. به خاطر همین اونها به درد ما نمیخوره. بله، هر کدومش که به دردتون میخوره دیگه. سلامتی کانادا میری؟ بله. کلا تعجب نداره که. روزی 10 تا مثل تو هم میبینم. اکثرشون هم میرن استرالیا و کانادا. اونا رو برنداری رو. یه سرویس خوابم تو اون اتاق اونم ببینید. باشه عزیزم، عوضش هفته دیگه که میاد فقط تیکه های بزرگ. آره مادر، قربونت برم. مواظب خودتون باش. خداحافظ. اون میز و دراور و اینا. خانم شایگان، واقعا بابت تلفن ممنونم. خواهش میکنم. همین الان که داشتم حرف میزدم شنیدم مثل این که انشالله به سلامتی میخواییم بریم خارج. نه نه، اونا رو ندیگه خانم، گفت اونا رو نمیخواییم. همین الان دخترم داشت میگفت، میگفت اونجا ایرانیا به درد هم نمیخورن خیلی. میگفت دوستای ایرونیش به اندازه 5 تا انگشت یه دستش هم نمیشه. یعنی شما الان داشتین با دخترتون که خارج از ایرانن صحبت میکردین؟ بله، آمریکا. آخه دخترم هفته دیگه میاد خونه، یه ماه میمونه بعدش دوباره برمیگرده. بله. من که میگم هیچ جا مملکت خدا آدم نمیشه. منم میگم هیچ جا مملکت خدا آدم نمیشه. ولی کسرا میگه اگه آدم تو مملکت خودش غریب باشه چی؟ اون وقت تکلیف چیه؟ اینا به کار ما نمیان. به قیمت بدیم میبریمش. یادم عزیز چند روز قبل از فوتش به هم گفت سفر کردن شبیه مرگه. ازش پرسیدم یعنی چی عزیز؟ گفت یعنی از جایی که میشناسی و بهش عادت کردی میری به یه جایی که قراره به طور موقت اونجا باشی. اگه اونجا رو نشناسی اون وقت دلشوره پیدا میکنی که تو سفر چی در انتظارت. مثل برزخ. کاش الان عزیز بود. اون وقت ازش میپرسیدم عزیز مهاجرت مثل چی میمونه؟ اگه مثل یه برزخ طولانی باشه که آدم دق میکنه. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر، هوا عشق، زمین مال من است. خب به طور خدا شعار نده. تو هفت آسمون هم یه ستاره نداری، چه برسه به زمین و درخت و هوا. راستی چکای اقبال پاس شد، دیگه هیچ مشکلی واسه خروج نیست. منیجرم قرار شد بره دفتر کامران مشغول شه. گفتم به بچه مجله زنگ بزنه بگه همه بیان اونجا تسبیح حساب کنن. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید. سلام. چطوری؟ خوبی؟ بفرمایید. بفرمایید. سلام. خوبی؟ چطوری؟ بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام. 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 خوش اومدید. سلام. سلام. خوش اومدید. به فروغم گفتم
با این تصمیمی که گرفتین 100% مخالفم. خیلی عجولانه و شتاب زده است. اما صلاح مملکت خیش خسروان دارم. اگر احیانا گیر کردین چه گیری آقای رئوفی؟ من اصلی رو دارم با خودم میبرم. خارج از شوتی. هم تو ترکیه رفیق دارم، هم تو ونکوور. خیلی خوب. اما اصلا رو من حساب ندارم. It's okay. Can you write your name, last name, and signature? And would you please still give me the fax number? Yes, okay. جای قشنگیه. دلم میخواد همه جا رو بگردیم. ظاهرش اروپاییه ولی انگار باطنش به ماها نزدیکه. استانبول در کنار تنگه بوسفور و تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. من این زنگ به قوانین بزنم بگم رسیدیم. تو هم میخوای چورتی بزن خستگیت که در رفت میزنیم بیرون. الو سلام. بله. خانم قوامی شایگان هستم. بله آقای شایگان، چه کردین؟ ما الان یه چند ساعتی رسیدیم استانبول، الانم تو هتلیم. چه خوب. کالا هم بارگیری شدن، الان تو راه استانبولن. دانیل اورسن نماینده شرکت توی بخش تجاری سفارت سوئد الان یونان، فردا میرسه استانبول. کار تبدیل کالاها به پول و ایشون باید انجام بده. متاسفانه من به دلیل مشکلی که برام پیش اومده یه روز دیرتر میام اونجا. پس قرارمون میشه جمعه صبح ساعت 10 توی لابی هتل. از اونجا با هم دیگه میریم سفارت. تشریفات اداری پروژه رو هم همونجا با نظارت نماینده مالیاتی سفارت سوئد انجام میدیم. فقط این یکی دو روزه یه کارایی هست باید انجام بدی. توی نامه‌ای که برات فکس میکنم همه رو کامل توضیح میدم. منم زنگ زدم شماره فکس هتل و شماره اتاقمون رو بدم. یادداشت میکنی؟ قوامیه. یه شماره حساب داده برای واریز حقوق گمرکی و تبدیل کالاها به ارز. یعنی چی؟ بسه بینم. بعدم گفته روز جمعه که برای انجام تشریفات اداری میریم سفارت رسیده واریز مبلغ همراه اون باشه. الو سلام خانم قوامی.
شایگان هستم. من الان این نامتون رو گرفتم. این بله، همونطور که می‌بینین همه چی توی نامه مشخص شده. طبق وعده تمام هزینه‌ها رو کمپانی پرداخت می‌کنه، به استثنای اون 5% برای امور گمرکی و تبدیل کالاها به ارز که به عهده خودتونه. فکر می‌کنم همه چی روشن باشه. قضیه این 5% چیه؟ قبلا چیزی نگفته بودین. چرا گفته بودم؟ مثل که فراموش کردین. فرمودین چقدر؟ عرض کردم 5%. چیزی حدود 25,000 یورو. الو؟ الو آقای شایگان؟ الو؟ بله بله میشنوم. من یه همچین پولی ندارم. به هر حال این مبلغیه که باید پرداخت بشه. شما چقدر کم دارین؟ ببینین خانم، من همه پولی که با خودم آوردم 15-16,000 یورو بیشتر نیست. حالا واقعا نمیدونم میشه این مبلغ رو از پولی که قراره به ما بدین کسر بکنین؟ من سعیمو کردم که این کارو بکنم اما نشد. قوانین مالی اینجا همچه اجازه ای نمیده. خب پس ما این مشکل رو چجوری باید حل کنیم؟ خب میتونین از یکی قرض بگیرین. یه حرفی میزنین، من اینجا کسی رو نمیشناسم که ازش قرض کنم. چی میگه؟ چی بگم؟ خیلی خب، ما با تفاوت خودم بهتون میدم، به شرط اینکه بلا فاصله بعد از وصول چک مبلغ رو به من برگردونین، همینجا تو استانبول، نه بعد از برگشتنتون به ایران. حتما حتما، خیلی ممنون. اینجوری بشه من ممنون میشم. کلا تو سلام و خدافظی مرخص ها. فکر کنم تو قبل از ظهر پوله با همون برسونه تا بتونیم جمعه بریم سفارت. من نمیفهمم اینا چرا انقدر اصرار دارن همه کاراشون تو سفارت انجام بشه. به نظر من که کاملا طبیعیه، چون یه کیس مالیه، براشون حساب کتاب مالیاتی داره، اینه که باید تحت نظارت یه مرجع قانونی از کشور خودشون باشه. چیه؟ تو هنوز دلت چون میزنه؟ آقا چقدر سخت میشه شما رو پیدا کرد. شما میخوایی این کمک رو دریافت کنید؟ مبلغش چیزی حدود 5,000 یورویی که کنند و فکر میکنند به پول ایران مرده خواهند برند. حتما اصلاحی دولت اولیه از دولت کنند. از سوی تماس میگیرم. از استوپال. نشستی؟ چی شد؟ خواب بد دیدم دلم شور میزنه. ای بابا بیا دیگه. این یارو دکتر قوامی مسخره کردی، خدا جلدی گذاشت تو کاست. کاش میشد همه چیزو فراموش کنیم برگردیم تهران. فرود شب پرخوری کردی یا بخواب بگی بخواب
Mr. Shaigan, it's for you. Thank you. You are welcome. امیدوارم با این مبلغ مشکل شما حل شود. در صورتی که بازم با مسئله ای روبرو شدید با من تماس بگیرید. دکتر قوام. چوک ممنون. تشکر دارم یلینار. Hi. We want to deposit 25,000 euros to Swedish account. Okay. May I see your passport, please? Thanks. Please fill it. I'm waiting to meet some people. Please call me as they get here. My wife and I are sitting there in the lobby. Okay. Thank you. مطمئنی اونا قراره بیان اینجا؟ شاید ما باید بریم سفارت. نه. جواب نمیده. میخوای بریم نهار بخوریم؟ نه، میل ندارم. بله؟ قوامی هستم. بله بفرمایید. متاسفانه برای تبدیل کالاها به عرض به یه مشکلی برخوردیم. به خاطر همین نتونستیم بیایم سر قرار. تا الانم هم درگیر انجام همین کار بودم. ما ناچار شدیم اونا رو بفرستیم باکو که این کار تبدیل اونجا انجام بشه. تکلیف چیه؟ اون موقع قرارمون چی میشه؟ فردا و پس فردا، یعنی شنبه و یک شنبه که همه جا تعطیله. بعدم تا کالاها به باکو برسه و تبدیل بشه به ارز لااقل یه دو روزی طول میکشه. پس قرار ما میشه برای روز دوشنبه بعد از ظهر. نماینده بخش تجاری سفارت هم منتظر ماست. من زمان دقیق ملاقات رو به شما اطلاع میدم. بسیار خوب. من منتظرم. چی شد؟ چیزی نشده. مثل که یه مشکلی پیش اومده که ظاهراً حلم شده. یکی دو روز بعد صبر کنیم، خودش زنگ میزنه. ای بابا. دوباره یکی دو روز دیگه مسخره کرده این اصلا. Yes.
اوکی ویت ا مومنت پلیز. کسو جا میگه 112 باید چک. آره یادم رفته بود. بگم ما چند روز بیشتر میمونیم. Well, I think we probably stay here one week more. Okay, thank you. Bye. خب یعنی چی؟ ما قراره تا کی اینجا منتظر بمونیم؟ خب بابا خواهش میکنم. الو خانم قوامی. Hello. Wish to talk to Miss قوامی. No name like this is in the guest list. You may have dialed the wrong number. Isn't it data company? No, here's a pension. No guest name قوامی here. I don't know, maybe she's one of the two Iranian guests who were here 2 days ago, but none of them called قوامی. May I have their phone number? Sorry, I don't know anything about them. چی شد؟ کسرا؟ کسرا؟ باید بریم سفارت. همجور که نمیتونیم باید وقت ملاقات بگیریم. یعنی چی شده؟ بگو حرف بزن. خدا کنه حدسم درست نباشه. حدس چی درست نباشه؟ May I have the phone number of Swedish embassy? Thank you. May I? Yes, of course. Please. Hello, I want to talk to the agent of commercial interest office. Who? The agent of commercial interest office in the embassy. Oh, funny. Who has told you about the section in the embassy? Probably someone wants to play a trick of fun since we have not such office here. What do you mean? You don't have such an office there? Exactly not. Okay, please listen to me. We were supposed to make an appointment with Dr. Mojde Qawami, who is the legal responsible for Datadator company. Do you know this company, yes? Oh, no. Why not? Not actually. Okay, you may have Mr. Daniel Orson, who is the commercial agent in the embassy in charge of financial affairs and free assistance of Iranian Institute. You mean at the Iranian Institute? No, unfortunately not. So sorry I can't get what you're telling me. We don't know the people you're looking for. What? Besides, we've not been told about this meeting.